و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در شرح دعای نورانی صحیفه سجادیه امام زین العابدین سلام الله علیه به اینجا رسیدیم که در درود و صلوات بر پیامبر بزرگوار اسلام که فرموده بود اللهم، عرض کرد به خدای تعالی اللهم صل علی محمد امین وحیک صلی الله علیه و آله و سلم، تا به اینجا که فرمود در توصیف رسول خدا امام الرحمت و قائد الخیر و مفتاح البرکه. این امام الرحمه برای اینکه خب یا بدل هست برای نام مبارک پیامبر و یا عطف بیان هست، لذا تبعیت کرده در اعراب امام الرحمت و قائد الخیر و مفتاح البرکه. امام خب به کسی گفته میشد که یقتدا به، که امیرالمومنین در اون خطبه فرمود الا و ان لکل مأموم امام یقتدی به، برای هر مأمومی امامی است که این مأموم اقتدا میکند به اون امام. بعد فرمود که اون ذرو الی امامکم قد اکتفا من طعمه به قرصه و من ثوبه به تمره. نگاه بکنید به امامتون چگونه زندگی میکند، شما هم اقتدا بکنید. الا و انکم و الا تقدرون علی ذلک ولکن نکم ولکن اعینونی و برا این وجتهادن و ستا. قبل از این که فرمود لکل معمومن امامون یقتدی به، پس معلوم امام همونجور که در لغت هم گفته شده من یقتدا به، من یعتم به هست. و اینجا که پیامبر بزرگوار رو امام زین العابدین علیه السلام توصیف فرمود به امام رحمه، یعنی من یقتدا بهی فر رحمه، فر رحم، فر رحم، فر رحمه، یعنی این که بخوایم ما رحمت داشته باشیم به مؤمنین، به برادران مؤمن خودمون، باید اقتدا بکنیم به پیامبر بزرگوار. او امام رحمت هست، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب این رحم رو، رحمت رو که ما مکلفیم در آیه شریفه قرآن مجید از اوصاف اصحاب پیامبر اسلام معرفی فرمود، این آیه در واقع امام این رحمت نبی مکرم هست. فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا عن حولك. این مقتضای رحمت پروردگار به تو بود که تو رو رحیم قرار داد، مهربان قرار داد، لنت لهم نرم خو با مؤمنین قرار داد، که در اثر این برخورد نرم تو ملائم سازگار با مؤمنین دور بر تو جمع شدن. اگر خشم بودی و برای مردم ابرو در هم میکشیدی، خب همه از دورت پراکنده میشدن. لذا فرمود ولا تسعر خدك للناس. بله، امام الرحمه و قائد الخیر، اون آیم تسری دارد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه اینکه برای للمؤمنین، للعالمین، برای همه، اعم از مؤمنین و غیر مؤمنین،
حضرت رحمت بود. خب وقتی که امام رحمت شد برای ما مأموم، ما در واقع مقتدی هستیم، مأموم هستیم، او امام ماست. علاوه ان لكل مأموم امام یقتدی به، این کلام امیرالمؤمنین هست. خب وقتی که این شد، او قرآن مجید میفرماد که ارسلناک رحمت للعالمین، او رحمت للعالمین هست. ما اگر بخوایم در این رحمت معموم او باشیم، به او اقتدا بکنیم، ما مکلفیم که عطوفت رحمت خود رو برای غیر مؤمنین هم چی آقا داشته باشیم، مسیحی باشه، یهودی باشد، غیر باشد، غیر باشد، مگر اینکه اهل معصیت باشن، اهل طغیان باشن. و الا هر کس اگر در دین خودش اون راه انسانیت رو بر اساس مسلک خودش، مذهب خودش، اعتقاد خودش طی بکند و فسق و فجور و ظلم و ستم و فجایع انجام ندهد، مشمول این میشد. او رحمت للعالمین بود، اما رحمت للظالمین که نبوده. ولا یزید الظالمین الا خسارا، خود قرآن مجید اینه خوش خاصیتش. او هم همینجور رحمت للعالمین، یعنی عالمینی که اهل جنایت و جرم و خیانت و ائمه طاغوت نباشند. توجه فرمودید، قاتلوا ائمه الكفر، اونا بعد. خب حالا این است که رحمت للعالمین، این هر مستضعفی، هر محرومی، هر انسان که دستش به جایی نمیرسد و قابلیت این دارد که دستشو گرفت، بالاخره او رحمتش بر همه هست. ما هم همینجور. و لذا فرمود انا نبی الرحمه، در روایت اومده من نبی رحمت هستم. و این رحمت بودن پیامبر، علمای ما، فقهای ما، بزرگان ما، محدثین ما، متکلمین ما اومدن شعبه هایی برای رحمت بودن پیامبر اسلام برشمردند با استفاده از آیات و روایات مختلف که این بزرگوار شارح نهج بعد صحیفه سجادیه ذکر کرده. یکی این که رحمت باشد، یعنی دارد که انه الهادی الی سبیل الرشاد، همین که او هدایت میکند انسانها رو به راه کمال، به راه رشد، به راه حق، به راه عدل و به راهی که سعادت ابدی منتهی میشد، سعادت جاودان. چه رحمتی بالاتر از این میخواید؟ چه رحمتی بالاتر از این تصور نمیشد. خب به خاطر همین است که او شده امام الرحمه. یک وجه دیگری این که گفتن که این تکالیفی که در دین شریف اسلام وارد شد، اینا همش به طرف رحمت میکشه. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. و آیات دیگر که دارد که بعثت، این کلام نبوی هست، بعثت بالحنفیه سهله سمحه، که دین اسلام آسان میگیرد تکالیف رو، همونجوری که خود خدای تعالی خبر داد یرید الله بكم اليسر. آسان بودن مقتضای رحمته، مقتضای رحمته قطعا بلا ریب. آسان جعل کردن حکم رو، تشریع دین رو به گونه‌ای که حرج درش نباشه، مشقت نباشه، سختی نباشه، این میشد مقتضای چی آقا؟ رحمت. فلذا شده امام الرحمه. یه وجه دیگری که آوردن گفتن این که پیامبر خدای تعالی عصات امت رو به وسیله استغفار پیامبر می آمرزید. لوجد الله توابا و استغفر لهم الرسول، اون آیه شریفی که داره که اگر چنانچه جاءوا و استغفرت بله و استغفر الله و استغفر لهم الرسول، که اگر اونا بعد پیوستوم اومدن و شما از اونا استغفار میکردی، برای اونها از خدا طلب آموزش میکردی، اون موقع لوجد الله توابا رحیما. خب این حاکی از این است که
خدا خدای تعالی در خبر میداد که رسول خدا برای امت، برای اشخاص می اومدن، بلوش استقبال میکرد که مشمول رحمت خدا بشن. این شده امام الرحمه. در بعضی از جاها دارد که بعضی از وجوهش، بعضی از فقها اینجور گفتن، بعضی از یعنی متکلمین، علما، مفسرین، محدثین گفتن خدای تعالی عذاب استئصال رو از این امت برداشته و الا عذابای سختی می اومد بر امام سالفه که اصلا در آیه قرآن اومد خانه بر سرش خراب میشد، خانه ها خراب میشد. اصلا اینطور خب عذابای مختلف می اومد بر امام سالفه، هیچ کدوم از اینا بر امت اسلام چی آقا نمیاد، رفع شده. و این به برکت وجود پیامبر هست که بله آمده است. بعد دارد که یکی از اینا این است که خود پیامبر اکرم خصلت رحمت داشت به ذاتهی، یعنی اصلا عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خصلت پیامبر این بود که نسبت به امت دلسوزی داشت. بنابراین درسی که ما از این وصف به این صفت رسول میگیریم که این روایات اومده، این همه طیف‌های مختلف و قسمت‌های مختلف رحمت، این است که ما در مقام تبلیغ، در مواجهه با مردم، در مواجهه با اهل بلاد خودمون مخصوصاً برمیگردیم، باید همون حالت رحمت و دلسوزی داشته باشیم. و اگر می‌بینیم که شخصی به گناه آلوده است، واقعاً مثل فرزند خودمون از سر دلسوزی او رو نهی از منکر بکنیم با رفق و مدارا. بدون شک اثر این بیشتر هست که ودفع بالتی احسن فاذن الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. در شأن نزول این آیه اومده وارد شده که شخصی اومد در مقابل پیامبر، یه جسارتی کرده بود، اصحاب بودن، شمشیر کشیدن که به او جلوش بگیرن، از سرش پایین گذاشت جلو اینا رو گرفت، گفت نه، سر رو پایین گذاشته بود، در همون حال بهش وحی شد که این مرد رو خصلت‌های اینجور اینجور دارد، خصلت خوبی دارد، شخص کریم هست و نگاه به این برخورد تندش الان نکن. چنین وحی به پیامبر در همون لحظه شده بود، در حالی که با نوک شمشیر زمین رو خط می‌انداخت، پایین رو نگاه می‌کرد، بعد سرش بالا آورد و با یک نگاه تبسم و مهربانانه‌ای به شخص نگاه کرد که همین موجب شد که مرد در جا مسلمان شد. البته خبرم داد حضرت بهش که شما خصلت کرم دارید، و اون تعجب کرد، گفت پس اسلام کرامت و کرم رو تشویق میکنه، قبول داره، اگر اینجوری من اولین مسلمان هستم. همونجا مسلمان شد، در روایت داره مسلمان شد. این بردباری، رحمت، شفقت که به امر خدای تعالی فبما رحمت من الله لنت لهم، و اینم مقتضای رحمت خدا بود که به شما این توفیق رو داد ای پیامبر که شما نرم خوب باشی به مردم، به شما رحم کرده، یعنی مشمول رحمت حق شدید اولاً، تا این که به مردم چیکار بکنید آقا؟ رحمت کنید و نرم خو باشید. خدای تعالی رو به حق محمد و آل قسم میدیم که ما رو در راه رسالت انبیاء الهی، نبی مکرم، و در ادای رسالت در راه تبلیغ دین خدا از این خصلت رحمت، مهربانی و عطوفت با بندگان خدا و عباد خدا برخوردار بگردانند ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.